آخرین دردسر بیل برای ریال مادرید، مارسلو برای ریال بچانسی می آورد، پیرترین بازیکن فوتبال جهان. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. گرت بیل، ستاره ویلزی و سابق ریال مادرید، تا آخرین لحظه با باشگاه خود مشکل داشته است. ریال مادرید در حالی که مارسلو را در ترکیب خود داشت، مقابل کادیز با نتیجه 1-0 شکست خورد تا اولین شکست خود را در لالیگای 2020-2021 تجربه کند. یک پیرمرد مصری در فاصله یک ماه مانده تا سالروز 75 سالگی خود با حضور 45 دقیقه در یک بازی فوتبال، محسن ترین فوتبالیست دنیای فوتبال حرفه‌ای لقب گرفت. بعد از سپری کردن سالهای پرحاشیه و انواع و اقسام مشکلات، گرت بیل بالاخره چند قبل از ریال مادرید جدا شده و با قرارداد قرضی راهی تاتنهام شد. اما به نظر میرسد او تا آخرین روز نیز سر ناسازگاری با این باشگاه داشته است. گرت بیل در اوایل سال جاری تنها بازیکن ریال مادرید بوده که از درخواست کاهش حقوق در شرایطی که باشگاه با مشکلات مالی ناشی از ویروس کرونا مبارزه میکرد خودداری کرده بود. باشگاه ریال مادرید از کادر فنی و بازیکنان خواسته بودند که کاهش 10% از حقوق سالیانه خود را پذیرفته و در صورت عدم ادامه یافتن لالیگا بپذیرند که این مبلغ به 20% نیز افزایش یابد. نشریه مارکا با افشای این خبر مدعی شد گرت بیل این کار را به توصیه مدیر برنامه خود انجام داده و به جای قبول کاهش دستمزد در بدل تصمیم گرفت کمک مالی هنگفت به مبلغ 500 هزار پوندی را به خیریه بهداشتی کاردید در زادگاهش ویلز اهدا کند. راموس مسئول برقراری ارتباط بین سران ریال و تیم بود، اما زیدان نیز در راضی کردن بازیکنان برای درک شرایط باشگاه نقش مهم را ایفا کرد. گرت بیل که رابطه خوب با زیدان و هواداران این باشگاه نداشت، تنها بازیکن ریال مادرید بود که به طور کامل حقوق و دستمزد خود را دریافت کرد. بازیکنان و اعضای کادر فنی با کاهش 10% دستمزدهایشان موافقت کرده و این گونه به باشگاه کمک کردند که چیزی در حدود 50 میلیون یورو پس انداز کند. نکته منفی در مورد مارسلو وجود دارد و آن این است که از زمان بازگشت زیدان به ریال مادرید این تیم در 8 بازی بازنده بوده است و در تمام این 8 بازی مارسلو در ترکیب ریال مادرید فیکس بوده است. مارسلو 5 قهرمانی در لالیگا، 2 قهرمانی در کوپا دل ری و 4 قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا همراه با ریال مادرید به دست آورده است، اما اکنون اصلا شرایط جالب را در تیم مادریدی تجربه نمی کند. مدافع برازیلی ریال مادرید و دنبال بازپسگیری جایگاهش در این تیم برای فصل جدید است. این مدافع چپ کهنه‌کار برازیلی از ابتدای فصل 2019-2020 جایگاه ثابت خود را در پست دفاع چپ ریال مادرید از دست داد و آن را به فرلان مندی واگذار کرد. اکنون مارسلو دوباره توسط زیدان در ترکیب ریال مادرید مقابل کادیس قرار گرفت که با شکست ریال مادرید و عملکرد ضعیف مارسلو همراه شد. این بازیکن از زمانی که زیدان دوباره به ریال مادرید برگشت در 8 بازی که ریال بازنده بوده است فیکس بوده. مسئله ای که نشان دهنده افت مارسلو از دست دادن فرم سابقش بوده است. ازاولدین بهادر دیروز بعد از آن که در جریان شکست 3-2 تیمش برابر آلایت یک پنالتی را از دست داد، از سوی رکوردهای جهانی گینس این عنوان را دریافت کرد. بهادر که پیشتر در لیگ آماتور بازی میکرد و در 3 نوامبر 75 ساله میشود، در نخستین دیدار خود در 1 ماه مارچ موفق شده بود از روی نقطه پنالتی گل بزند و قصد داشت با حضور در یک دیدار 90 دقیقه‌ای در همین ماه رکورد بزند، اما تعلیق فعالیت‌های فوتبالی به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه وی را نیز به حالت تعلیق درآورد. به گفته بهادر بودن وی در تیمش یعنی 6 اکتبر برای این باشگاه حامی مالی و شهرت به ارمغان خواهد آورد. رکورد محسن‌ترین بازیکن حرفه‌ای فوتبال پیشتر در اختیار یک فوتبالیست 73 ساله بود. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی، سبز و شاد بمانید. تا نگهدار.